یو برعکس خوش اومد به چنلم رضایم اینجا تکی لوپسه امروز قراره توی یه بیت بهتون چند تا تریک یاد بدم که چجوری یک صدا رو به یک ملودی تبدیل بکنی صحبت دیگه نمی کنم سی استفاده کنیم به اسم فاز پلنت که در واقع مال شرکت کیلوهرتز که یه سینتی سایزر فوق‌العاده از یه دونه پریستش دارم استفاده میکنم به اسم دلایتفول کیس که در واقع این صدا رو میده. و تمپوش رو روی سایت چهاری گذاشتم و از یه سری درامو دارم استفاده میکنم. میخوام یه دونه ضرب تقریبا حالت تایگاتوری داشته باشه و از اون طرف یه ملودی خیلی کچی ساده که بعد یه فضایی داشته باشه چون قراره بیشتر کار رو توی افکتاش انجام بدیم، دیگه نیاز نیست که چند لایه صدا اضافه کنیم. در واقع بحث ما امروز اینه که چجوری با یه لاین ساوند بتونیم یه بیتو کامل بکنیم. کسایی مثل مترو بومین یا مثلا ساوسایید مافیا البته اونا کم و بیش از چند لاین استفاده میکنن، ولی از این سبک هم زیاد استفاده میکنن که یه لاین ملودی دارن و بیشتر ضربشونه. من اول ضربو میچینم خیلی ضرب ما حالت تایگا داشته باشه، خیلی اینجوری خلوت باشه که بتونیم از اون ساوندی که داریم استفاده میکنیم، چون ساوند افکت های خیلی زیادی قرار روش بیاد، با تعمیم نمیخوایم حجم زیادی از درام داشته باشیم. الان من میخوام همین ملودی رو ریکورد بکنم، میام این قسمت ریکورد رو میزنم نوتس اند اتوماسیون. این البته باید روشن باشه، این کادر سبز باید جلوی خود هینت سینتی سایزرتون یا پلاگینتون روشن باشه. چون در واقع باید کم رو نوت تر باشه. از ملودیمون ببینید، این ملودی خیلی ساده است، با کیبورد کامپیوتر زدم و یه ملودی خیلی ساده ای رو انتخاب کردم برای ملودی کارمون. الان خیلی بهتر شد. خب یکم از رولم استفاده بکنم. برای اینکه کشیده نشه ساوندش، استرچ رو باید فعال بکنیم که فقط پیچ بشه خود آیتمون. یکم پن میدیم بهش.
خب برعکس، اولین افکتی که قرار استفاده بکنیم برای ملودیمون قرار از یه پلاگینی استفاده بکنیم که فقط داخل ورژن 20 نسخه 9 به بعد این پلاگین وجود داره، پلاگین پیچ شیفتر که برای خود فل استودیوه و خوبی هم که داره شما میتونید روی هر کدوم از اینا کریت اوتومیشن کلیپ بکنید و لینک تو کنترلر تمام ولیوها رو شما دارین و مثل تمام پیچ شیفترهای دیگه یه ساوند یونیکی هم به تحویل میده، یعنی یه جوری پیچ میکنه که انگاری پیچ لوفای توری به تحویل میده که واقعا پیچ خفنیه. هشت میزا میارم پایین. از یه کورس افکت استفاده میکنم به این سوپر وی اچ اس که کورس فلنجر افکته که داخل یه پلاگین گذاشتنش، خیلی هم خفنه، خیلی هم مورد استفاده قرار میگیره برای همه ملودی ها، یعنی بدون شک شما باید تمام روی تمام ملودی های دارکتون از این پلاگین استفاده بکنید. وش بهش میدم که در واقع ریوربه، هیت و دریفت هم در واقع هیت، دیستورشن و سچوریت خود ساوندتونه. میکسش رو میتونین کم بکنین، اتپوتش هم میتونین کم و زیاد بکنین. این مجیک هم در واقع اون حالت فلنجر رو بهش اضافه میکنه و مهمترین پلاگینی که قرار ازش استفاده بکنیم برای ملودیمون پلاگین شیپر باکس 3 هستش. ورژن جدید شیپر باکس از 2 جامپ کرده روی 3، پلاگین خیلی خفنیه، خیلی مورد استفاده قرار میگیره، مخصوصا این نسخهش که شما کاملا میتونید تمام ژانرهای موسیقی رو با این هندل بکنید، حتی الکترونیک، حتی ترپ. و خوبیش اینه که تمام آپشن‌های ساخت یه دونه ملودی خیلی یونیک و خفن و این داره و حتی دوتا گزینه جدید هم اضافه کرده، یه اوسیلوسکوپ و یه کمپرسور که اینا رو تمام این قسمت ها رو داخل یه ویدیو که راجب شیپر باکس 3 کل تریکا و کل ترفنده و کل کارایی های این پلاگین رو قرار زیرو بکنم، همه رو بهتون بگم. از طریق خود منوال اصلیش میریم جلو و یه سری ساوند دیزاین هم میکنیم باش که قشنگ متوجه بشید نحوه کارش چجوریه. من از تایم شروع میکنم و این رو میزنم و اینجا یه دونه هینت داره، از این آپشن استفاده میکنم، بهش میگن لاین تول. از این لاین تول برای تغییر پیچ و سرعت خود ملودی استفاده میکنم. جزئیاتش رو قشنگ داخل یه ویدئوی دیگه بهتون توضیح میدم که چی کار میکنه دقیقا این پلاگین، مخصوصا این تایمش که قشنگ نکم پیچیده است ولی دستتون میاد راحت میتونید متوجه بشید. من یه همچین چیزی رو درستش میکنم و یه دونه اینجا میذارم ببینیم ساوند چی. ببینین چجوری میکنه ساوند، و انگاری یه پله رو به وجود میاره که قشنگ آن آف میکنه، در واقع یه اسکرچ بلوکیه که ساوندتون رو لو پیچ و های پیچ میکنه. چون این قضیه سریع اتفاق میفته شما احساس میکنین که نوت آهنگ داره عوض میشه، ولی در واقع شما میتونین از همین قسمت نوت رو تغییر بدید توی یه قسمت هایی. و من میخوام یه کار دیگه هم انجام بدم، در واقع یه حالت اسکرچی رو بهش اضافه بکنم که اون آخرش یه اسکرچ واینیلی هم داشته باشه. میتونیم بیم روی همین چیز کلیک بکنیم و این قسمت ها با یه بار کلیک کردن میتونیم اون حالت اسکرچمون رو به وجود بیاریم، ولی قبلش حتما باید این اسکرچمون از یه جا شروع بشه. ما دابل کلیک میکنیم که این دایره سفید بشه و یه دونه هم اینجا میذاریم، یه دونه هم اینجا.
شما میتونید دقیقا روی ضرب این کارا رو انجام بدید که خیلی کمکتون میکنه. واقعا شیپر باکس پلاگین قویه و خیلی دستتون رو باز میذاره خیلی کارا بکنید. من دقیقا آخرش که دقیقا قبل هشت چهارمه میخوام یه حالت ریورسی هم باشه، میتونم بیام اینجا یه بار دو بار کلیک بکنم و یه دونم اینجا کلیک بکنم و اینو دقیقا تا این قسمت بکشم پایین. هم یه جور ریورس میشه، هم یه جوره گلاید میشه به یه نوت دیگه. همینجا مثلا چجوری اینجا پیش نوتمونو آوردیم پایین، انگاری نوتمونو تغییر دادیم. اینجا هم دقیقا همینطوری، به جایی که بلوکی عوض بشه سر بخوره نوتمون و این حالت رو پیدا بکنه. من دقیقا میتونیم بریم اینجا روی به اضافه، من یکم پنشم بکنم دقیقا همون قسمت هایی که نوتمون رو تغییر دادیم. میتونم بیام دقیقا این قسمت. همون قسمتی که ما نوت آوردیم پایین داریم پنش میکنیم که خیلی خفنه. و من میخوام توی قسمت اسکرچ یکم فیلتر بشه ساوندمون که یکم صدا تمیزتر به گوش برسه. دقیقا این قسمت هم از چیز استفاده کردیم، اسکرچمون استفاده کردیم. هم بذاریم روی تو بارز، یکم کمترش میکنیم. دقیقا داره فیلتر میکنه قسمت فرکانس ساوندمونو. این هم از افکت هایی که استفاده کردیم. بازم میتونیم بیشترش بکنیم. حالا من یه EQ بکنم با پرکیوتری. یه پلاگین دیگه داریم برای سچوریت کردن ساوندمون، اسمش از فیوری، که در واقع یه پلاگین فوق العاده قویه. سچوری هم کم گفتم، برای اینم دارم یه دونه تایپ دیستورشن ها و تون مود و درایو مود در واقع چیه اینا رو من توضیح میدم. و یکم گیتش کردم با این اسکویری که این پایین داشت و یکم عادت گیت رو بهش دادم و توی قسمت لوت و میدش این افکت رو گذاشتم که دقیقا اون قسمت رو گیت داشته باشه و این قسمت رو خالی بمونه، ساوند اصلیمون رو داشته باشیم. یه دونه دیگه هم بهش اضافه کردم که این قسمت هم یه دونه تغییر نوت هم داشته باشیم. یه دونه آرسی توینی هم میذارم براش که میخوام حالت واینیل هم بهش بدم، چون فکر اینجوری خیلی دارکش کردم ملودیو کمک میکنم.
خب برای اکسین هم بود از ویدیو امروزمون. یه سری تریک ها خواستم بهتون یاد بدم که شما از این تریک ها استفاده بکنید و کلا هدف همین بود که از این تریک ها توی ملودی های خودتون استفاده بکنید. من یه چیز ساده رو فقط بهتون نشون دادم و این یه چیز ساده رو شما میتونید ازش بهترین استفاده ها رو بکنید. و من برای هر کدوم از این پلگین هایی که استفاده کردم هر کدوم یه ویدیو جداگانه دارم آماده میکنم برای اینکه بدونید چجوری اصلا با این پلگین ها باید استفاده بکنید و کلا اون بحث منطق اون پلگین چیه. همین دیگه، صحبت دیگه نمی کنم. لایک کامنت سابسکرایب بکنید. من رضایی هم، اینجا تک لوپسه. ما اینجا بهتون یاد میدیم چجوری با کامپیوتر کیبورد موزیک بزنید.